در ادامه واکنش‌های دانشجویان میهنمون نسبت به اعدام جنایتکارانه مجاهد قهرمان علی طارمی که خودش رو توی بیانیه‌های زیادی که تا به حال صادر کرده نشون داده، باز هم چند بیانیه دیگه به دستمون رسیده که اینجا قسمتی از اون رو براتون خواهیم خوند. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه‌ای صدور و اجرای احکام اعدام توسط رژیم رو محکوم کردند و از جمله نوشتند: امروز زندان‌های رژیم فاسد جمهوری اسلامی مملو از مردان و زنان آزادی خواه و مبارز و بیگناهی است که با ایستادگی مقابل این رژیم هر آینه با انتظار مرگ دست پنجه نرم می کند. جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی چند تن از مردم بیپناه و بیگناهی هستند که تنها به جرم دیدار با فرزندان خود در اردوگاه اشرف به حکم اعدام محکوم شدند. دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه اطلاعیه خودشون از تمام سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری خواستند که به عنوان نهادهای مردمی حامی کرامت انسان و دفاع از طبیعی‌ترین حق انسان یعنی زندگی کردن به حمایت و تلاش برای نجات جان این انسان‌های شریف و بی‌پناه برخیزند. جمعی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد کرج هم با صدور اطلاعیه نوشتند: ما نباید سکوت کنیم، باید با همه وجود از عزیزان دربندمان که برای آزادی همه ما جانشان را فدا کردند تلاش کنیم. باید با اعتراض گسترده نقشه شوم آنان را به هر وسیله‌ای که امکانش را داریم به گوش جهانیان برسانیم. با اطلاع رسانی گسترده و با تماس با مراجع بین‌المللی، با تظاهرات در جلوی زندان‌های این ولایت سفیانی که در سالگرد عاشورای 88 دست به اقدام جنایتکارانه اعدام زده، جلوی ماشین کشتار او را بگیریم و خواب و آسایش را از آنها بگیریم. مبادا گمان کنند می توانند با سرکوب و اعدام صدای مردم ایران را خفه کنند. پیروزی از آن ماست. ما اعدام را محکوم می کنیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد کرج اطلاعیه خودشون رو با شعار مرگ بر دیکتاتور به پایان رسوندند. هدف ولی فقیه و مهره‌های جنایتکارش از اعدام زندانیان مبارز و مجاهد ایران ایجاد ترس و ناامیدی و منفعل کردن و خاموش کردن جوان‌های ایران. اما خامنه‌ای الان می‌بینه که درست برخلاف هدفی که داشت، خون علی آقا و دیگر شهدای مردم ایران نقطه انگیزشی برای جوان‌های ایران شده تا راه این شهدا رو برای سرنگونی دیکتاتوری ادامه بده.